نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی مجید امید را در حال بازی دیده بود، از این رو قهر بود و تهدید کرد که او را از کار شاگردی اخراج و به پدرش زنگ خواهد زد که امید کار نجاری را انجام نمی دهد بلکه با اطفال قریه بازی و ساعت‌گیری می کند. حال می شنویم که ناظر و سرورخان با هم در چه مورد صحبت می کنند. سرور خان، او نمودی باغ و بستان. سلامای خاک ناظر را قبول کن. صدقه قبول و منظورت چوا همیاله که در بالا سر دیره ششتی از خان سب جبار خان به اندازه یک بوی فرق نمی کنی. و علیکم ناظر، راست میگی، آقای خدا بیامرزم دائم دمی قسمت میشیش. کجاستی که درکایت نیست؟ صدقه درکا و پرکایم شمام همین جستو در گرد و بر باغ پیرداری میکنم منی که باز کدام کسی نبیایه و باغ خوبل نکنه. راستی مسئله امو دوست چطور شد که تسلیمت کده بودم؟ ها؟ جزای خود دیده یا نی؟ یک کارت پیشتر آن بارت گفتم که پشت از او گپا ایلاکو با تو ای دخل و غرز نیست که جزای خود دیده یا نی؟ او صدقه دیده و دیده چوا خان صاحب قار نشد. از بودی پرسانت کدم که یک انسان بسیار نردل استی، میشه که در وقت جزا دادن دست دلت لرزیده باشه. چی میگی نازه؟ چرا دست و دلم بلرزه؟ یه رقم گپه رو با من نگو، باز از سر خفه میشم. صدقی خفه شدن چوم خانسیم؟ مطلب من خفه ساختن خودت نبود. گفتم اگر تال جزا ندادیش که تسلیم ولسوالی کنمش. اونجا مز ولسوال گرفته تا چپ را سی کلشم مشناشم. نازه چرا از کاکو جور میکنی؟ تا شدن در باغچه و بردن چندانه سیب و قگپ کلان نیست که تو مردم کش کده ولسوالی ببری. او صدقی ولسوالی ولا قداری چواب من ای کار به خاطر میکنم که خیر کل ما و شما ده جسنی. خیر ما ده تسلیم کدن دزد ولسوالی است. یعنی چه رقم؟ صدقی چه رقم چواب؟ اگر دزد ولسوالی تسلیم کنیم برای کلگی زار چشم میشه و دیگه سونه باخچه چپ سیل نمی کنن. اوش کده باشی ناظر که مردم آزار ندی. شمسو دیگه بچه ها نو سر عقل نامدن. تو هم دیگه یک گپ کلان نساز. او صدقی گپای کلان چوم خیلی که دوزه بخشیدی از این بابات ما یک بسترگک برای خود میگیرم و شب و روز در بی باخچه و دیره پیره و گزمه میکنم. خدا تر انصاف تا ناظر، نگو که پیره داری میکنم، بگو غم خو کردن خودم میخورم. اگر نه بستره نه پیره داری چی با کار است؟ صدقی کارت شما مطلب از بستره همو بستره چیریکیست که از وقتهای قدیم در تاویل خانه مانده. کدام وقت اگر زیاد مانده شدم از کراوار یک دم راستی میکنم و پس در کار خود میچسبم. زیاد خود مانده و زلن نساز، اما قوشت باشه که اگر کدام سر و صدا شنیدی یا شاخچا شکسته بود مرا خبر کنی و بس. سلام علیکم. و علیکم. مانده نباشی امید. امید مانده نباشی، آمدی بخیر. زنده باشی بابا. آمدم. چرا ای تو خودت دراز در سر توشک انداختی؟ ناجور خو نیستی؟ نه ناجور نیستم، کم زیاد مانده و زله شدیم. ای چیمه در جانم نیست.
افتیدیم که اگه ماندگیم برایه ببوید گورت شوه که ده ایسان دو سال خورد چه قضامت و جنجال ده گردنت افتیده. آه راست میگه، بسیار زامت کشیده، گردنش افتیده. خوب ایره بگو که امروز چی کارا کدی که تو مانده و زله شدی. یک میزه ریکمال کدم، بعد از باز کلان کلان انوریا رو ریکمال کدم، یا که خلاص شد چوبه را کدم. ای مجید مچم که چی خواه دیده که ده یک روز کل کار سرت میکنه. باید امروز که میز و انواری را ریکمال کده بودی چوبه سباه را میکدی. در ریکمال کدن و قمانده نشدم، اره کدن مرا مانده ساخت، چرا که دندانهای اره پریده بود. دوستایم بیخی شخ مانده و درد میکنه. امید بچم تو یک آدم قویستی، دقیقه کارو نباید که خبر باشی و شکایت کنی. شکایت نکدیم، شما پرسان کدین که چرا مانده استی، مانده باری کارایم براتان گفتم. تو مرا دوستایت بچم که برای چاپیش کنم که درد و کوفتش کم شوه. الا که دستای من اگی بابو، حاجت چاپی کدن نیست، خود به خود جور میشه. وی امید چطور از چاپی کدن ما بدت آمد؟ ما گفتم باش که درد و کوفتش کم شوه. نه بدم نامد، میگم بان که دستای ممو تو باشه، یک روز نه یک روز در کارا شاقه عادت خود کرد. آفرین اصل گپ زدی بچم، اگه چند وقت دیگه ممو توصله کنی پنجایت قوی میشه و دیگه دردش نمیگیره. شما دوتا مجب گپای میزنین، ده در تا حالی کی عادت کده که امید عادت کنه. ما برم نان بیارم، بعد از او دستایی ده که تو وصلین چرپ میکنم. بله میشنوم. یک ذر استاز تا گب بزن. آها بیغم باش، انشالله که به زودی خود تیار میکنم. بیخی دلت جمع باشه. خیلیت باشه سمیولا، کتی که گپ میزدی که وار خطا وار خطا چهار طرف تسایل داشتی؟ خیر و خیرت از شکی با، چرا وار خطا وار خطا سایل کنم؟ یک اندیوالم بود کتش گپ زدم. کدام اندیوالت بود؟ کتی اندیوال خود خوادم استاس تا گپ نمیزنه، تو ترسیده ترسیده جوابشم میدادی. تو هم بیکار ماندی شکی با، سوالای میکنی که آدم حیران میمانه. اول خود تو نام از اندیوال من نشنیدی، دیگه ای که ما چرا ترسیده ترسیده گپ بزنم؟ دیر تا نبیار سمیولا، مرا خیال کدوم مشتوب کدی؟ از گپایت معلوم میشه که از بوده فروش فارم مرغ دارید که تیمو آدم بگو مگو داشتی، بخیالم که کدام نیت خراب خود داری. شکی باخور اگل یاز مرا داری همی گپا دا دلت نگاه کوید، تو فکر کو که هیچ نشینیدی. ما خول یاز تا دارم سمیولا، مگم بشرتی که حقیقت برم بگویی، ما خو بیگانه نیستم. گمش کو شکیبا، بسیار کنجکاو نکو، ای گپ به درد تو نمیخوره، ناخشلگی به جای میکنی. شلگی ما به جای نیست، میترسم که براستی فارم مرغداری ته سودا نکنی و خود به پای نسازی. نه از این درک به غم باش، ما چی تو این کارو میکنم، به صد خون دل فارم جور کردیم. میفهمم اینا را اگه سوداش کنی پیسیشم در باد عواز پیشت میره و دانت واز میمانه. سرمی گپا چرتت خراب نکشه که با، من هر کاری که کنم یا قصد داشته باشم به خاطر خوب شدن زندگی کل خانه ماست. ای تو که هست چرا راست نمیگی و گپ از من که خوار دستم پات میکنی؟ گپت نمیمانه، انشالا به زودی معلوم میشه و تو هم که بشنوی خوشحال میشی. خوخی معلوم میشه که وضع مرغداری کدام کاروبار و واردار دیگرش رو میکنی. انشالله از برکت دعایت بسیار زود نتیجه از این کار معلوم میشه. آتفه چطور تناششتی؟ آقلا کجاست؟ در روی اولیام نبود؟ جای دیگه نرفته، کت بی بی خود تا خانه همسایه رفت، این حال پس میان. خوص عیز مقصد بیای که من کارش دارم، البته وقت رفتن. آه امی پیشترکا برامدن، راستی نگفتی که چی کارش داشتی؟ نه این کتاب از بازار ولسوالی برش خریدم که دوادای بیکاری بخونه، یکان چیزای ضروری از او یاد بگیره. خوب چقدر خوب، نگفتی که کتاب درباره چی است؟ به سبقای مکتبش تعلق داره یا کدام چیز دیگه است؟ نه این به سبقای مکتبش مربوط نمیشه، در این کتاب گپای نوشته شده که زیادترش سر تربیه و نزاکت‌های اجتماعی است که چطور یک انسان خصوصاً
کسی که با سواد باشه که دی مردم چی رقم رویه کنه و چی چیزا رو در نظر بگیره. اینه باید کلگه بخونه. علا رحیم زنده باشی. خوب شد که گپ یاد کردی. باید از خودتام شاگردای تا امی چیزای ضروری را برشان بگوی و بفهمانیشان که کارای غلط نکنن. مقصد تا نفهمیدم عاطفه. شاگردای ما چی کار غلط کردن؟ مرا خوب باورم نمیه. اینه ما برات میگم که باور کنی. گلاله خانه ما آمده بود گو بچه های مکتب از باغچه سرور خان. غیر از ای که سه بار کندن شاخشاش شکستاندن و چیزی که ترکاری ها بود کلش لغت کردن. خوردن میوه از باغچه کدام جرم و گناه نیست. مگه می که به اجازه داخل شدن و شاخشاش شکستاندن کار درست نیست. ماما میره میگو منه. خودت میتونی که کلشانه بفامانی و گوشاشانه واس کنی که دوانده اتو بی خبر و بی اجازه داخل باغ و باغچه کس نشن. راست میگه عاطفه. یه گپ بسیار ضروری است. از همی گپ کلان جنجال جور میشد. اگه لال باز کت لالا سرور میچسبید سردشان در زد خورد میکشید. از این بوده ضرور است که شاگردا فامانده شون. تنها منه بلکه کل معلم سایبا در هر مکتب که هستن باید از در پالوی درس و سبق امین نزاکت هارم برای شاگردای خود بگوین. ما از دان خود چنیدیم که تربیه برابر درس و تعلیم ضرور است. بچه هنوز عقلشان نمیرسه، نوجوان هستن. این مسئولیت پدر و مادر و معلم سایباست که هر چیز برشان بگوین. نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی. دست ها و شانه امید درد داشت زیرا یک الماری بزرگ را رگمال کرده بود. جانداد آن را از اثر نابلدی امید با کار دانست و گفت وقت امید با کار عادت کند دیگر دستانش درد نخواهد کرد. حال مشنویم که در خانه اکبر چه میگذرد. حمیده آمدی بخیر. مانده نباشی. زنده باشی قمبرگل. اوف قیگرمی زیاد است که هیچ پرسان نکو. بیا اینجا سر صفه بشی که دمت راست شوه. راستی ایره بگو که شیر آمدی یا روبا؟ مقصدم ایست که دست پر آمدی یا خالی؟ چی بگویم قم برگل؟ از ما مشنوی؟ از امی شوروای چرب تیر شو. چرا؟ از بوده چی گپ زدی؟ نه که سرور لالا جواب دادید چطور؟ جوابم داد. گفت که من خودم در روز و روزگار خود ایران هستم. چی برسه که به کسی پیسه قرض بدم؟ حتما برای دروغ گفته. او خانه قریه است، پیسه دار است. چطور که گفت ندارم؟ آل او خانی نمانده. بیچاره ماری با سلات زمین سیل داره. اگر نه هیچ وقت در روی من نه نگفته بود. خیلی چطور شوه؟ هیچ چانس دیگه برابر نمیشه. هر رقمی که میشه باید از من پیسه پیدا کنم. در موبایل زنگ از قم برگل. حالا روشو جواب بده. بله کی هستی؟ شکر به کلام تو گل بیادر پردل هستم. السلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستی؟ چطور که زنگ زدی؟ شکر به کلام تو گل بیادر هیچ سر و درکت معلوم نشد. مجبور شدم که زنگ بزنم برد چرا که آنیت معلوم نشد. اگه خارج میریم بگو، اگه نمیریم بگو که آدم را چاره خودم بفهمه. او بیادر فکرت هست؟ تو هم چی گپای میزنی بیادر؟ من سر گپ خود استاد هستم. جواب من آن است. خیر تو که هست چرا خود خب گرفتی؟ پیسه را تیار کو بیار که تسلیم کنم. فکرت هست؟ اقوار خطایی نکو. یک چند وقت دگام مرا وقت بده تا که پیسه پیدا کنم. دیگه صبر نمیشه. همی دقیقه نامت از لیست خط میزنم. در جایت کس دیگه را میگیرم که هم خودش تیار است و هم نختش.
ای کار نکو، خیر است، یک چند روز دیگه صبر کو، انشالله یک چاره میکنم. آل تلفون قطع میکنم، پناهید به خدا. ای کی بود قمبر گل؟ دباری چی گدید گب میزد؟ از بوده همو کاروبار گب میزد، نزدیک بود که از دست بوتمش. حمیده بازم تپ و تلاش کو، خدا مهربان است که پیسه پیدا کرده بتونی. لالا سرور، بخیر، کدام سورایی هستی؟ یک کسی را کار ضروری دارم، میرم که امور یکرد ببینم. راستی امو مسئله دوزا چطور شد که در باغچه خرابکاری کرده بودن؟ دبارشان چی تصمیم گرفتی؟ تا بالی خود کدام کاری نکدیم، مگم نیت دارم که بخیر خوبی در شورای قریزشان شکایت کنم. یک گب بزنم کار خونه میشه لالا؟ نه چرا کار شد، صد کرد خوب بگو. از من مشنوی، از این فقرت ایر شو، بیخی از یادت ببر. مقصدت نفهمیدم احمد، چرا از یاد ببرم؟ تو خبر داری که بچه ها با کردهای ترکاری چی خطاوان رساندن؟ کی میشه که از یاد ببرم؟ مقصد می است که شکایت کردن کار خوب نیست، از این قصد و قصد گرفتن چیز جور نمیشه. تو هم چی گپ های میزنی احمد، اما تو بانمش که دیگر روز باز بیانیم در باغچه در آین و خرابکاری کنن. مقصدم تو یک چیز نیست، من میگم از شکایت کردن در شورا خوب است که کتی لالباز گپ بزنی و همین مسئله به خوبی حل و فصل شوه. کتی لالباز گپ زدن فایده نداره، با ناظر وظیفه دادیم که هر کسی که به اجازه در باغچه در آمد ایتو جزا بتش که در عمر دیگه پای خود در باغچه مانده نتانه. فکر نکنم که دیگه شمس بچه لالباز ایتو یک کار کده بتانه، چرا که جزای خود دیده. ما که میبینم او بچه در گب نمیفهمه، مجبور که از دستش در شورا شکایت کنم. شمس ببخش لالا، در شورا از شکایت نکو، چرا که بچه است. اون خودت میفهمی که بچگی کم عقلی خود داره، انشالله که جور خود شد. گفته ناظر اگه دوزای باخشه را جزا نتم، سون از یاد دیده دیگه بچه قریام کار شمس میکنن. ای نه او لالا سرور، ما از بوده میگم که خودت آدم کلان هستی، ده تو گپای خرد و ریزه دخل و غرض نگیری خوب است. بیاز و خال ناظر در باغ پیره میکنه، انشالله که کس دل کده نمیتونه که داخل شوه. مومنه ایلو کموی بیادره که تکاوگار میشه. تو را میگو مومنه، اله ایر ایلو کو برو دولی کته دیگه اشتکا ساتیری کو، برو آفرین شاباس. شاپیرای در اتاق هستی یا نه در کدام باغ شاخ شکر میزنی؟ نه بابا، مرا به باغ شاخ چی، همینجا در کنج خانه افتیدم. بیا عاطفه در دون دروازه استاد نشو. نخواد که در اتاق باشی، اگه می بودی تو بیغم جنگ و شور اشتکای تا سیل نمی کدی. چی کنمشان، اشتکا همی کس به کارشان است، دائم در سر و روی یکی دیگه خود چنگه وستم. در این وقتا بسیار یک دل کلان پیدا کدی، در قصه فهیم و مومنه نیستی که چی میکنن. چی کنم که در قصه شان باشم، بان هر کاری که دلشان میشه بکنن و هر قدر که دلشان میشه یکی دیگه را بزنن. هر خواهد که کریم آمد بگیره خلاصشان کنن. وی تو چی میگی؟ در دست و پای تو دم نیست که میشینی کریم بیایه و دعایشان صاف کنه؟ در دست و پایم دم هست، مگم اختیار ندارم. از بده امو قلخ چشم دار وری سونشان سایل میکنم. دستی اولادایت پورق داری، کی تو را گفته که بی اختیار هستی؟ کی هست دیگه، کریم سرم قار میشه، میگوشتکا هر بده که کت نگو که از اینجا بخیز در اونجا بیشی. مک میبینم ای کار تو کریم ایچ خوب نیست، باز عاقبت پشیمان میشین و در سر سرتان میزنین. پشیمان میشیم؟ چطور؟ ما و کریم چی کردیم؟ از روی چی گپا میزنی عاطفه؟ از روی تجربه میگم، ای که تو کریم یکی از لج دگه یا اشتکار علت کوب میکنین یا که بیخی سر به خود میمانی نشان که خراب شوند. تو خدا به جای موان بگو که ما چی کنم، اگه بیغوری کنم هم کلگی مرم علامت میکنن، اگه سختی کنم هم علامتی سرم هم افته. نه بیتفاوتی کنه سختی، یک رای میانه را در پیش بگی که نه سیخ بسوزه و نه کباب. امیگه پا میانه روی را که میزنی صحیح به مرانمایی کن.
که یکرد باز کریم سرم قار نشه. پشت قار کریم نگرد. برد یک مثال میتم. مثلا نور سریع گل خوردن فایمه در پسخانه قید کدی و گریانایش کشیدی. ای کارت خوب نبود. و امروز که مامنم و یایش کش میکد هیچ چیز نمیگفتی. باید نه زیاد سرشان قار شوی و نه زیاد سر ایلا بانیشان. پس ما میدی که از گل خان مانده نباشی. توی اکره ترکتورت اشتاد کو که کارت دارا. آکه زنده بود ملک صاحب آدم خان. کدام کار داشت که مرا استاد کرد؟ بس فامیدی کسی اک چیزی را ازت پرسان میکدم. ای را بگو که گپای تو سر سمیولا چلش داره یا نه؟ اسکیوز می، یعنی مرا بخشید؟ ای سوال چرا از من پرسید؟ من و سمیولا برادر بود، طبعا که گپم سرش چلید. اوکی؟ بس فامیدی کسی ای خوب بسیار خوب گپ است که سمیولا با گپت میکنه. ما میخواهیم که کتش یک معامله کنم که اگر شوه فایده اردوی مادهش هست. ما سعی به گپ نرسید. خودت از کدام معامله گپ زد؟ ما در این باره چیز نفهمید. بس فهمیدی که از تو خود میفهمی که کل سرمایه سمیولا همو فارم مرغداریش هست. دوباره همو گپ میزنم. آکه حال فهمید که خودت خواست در فارم مرغداری کت سمیولا شریک شد، چرا که در یه وقتا او قمزیش نبود. بس فهمیدی که از گپه تا یک جایش خوب فهمیدی، مگم در کل گپه نوزم نرسیدی. ساری کل گپ چی بود؟ باید خودت برم گفت، چرا که در مغز من بغیر از امی دیگه فکر نامد. بس فهمیدی که از گپ از این قرار از گل خواهد که من کتی سمیولا شریک نمیشم، بلکه کل فارمشن نخته میخرم اگه در بایش جور بیاییم. راست گفت؟ آه سمیولا چی مجبوریت داشت که فارم فروخت؟ من از این مسئله خبر نداشت. بس فامیدی که از تو خیده خری خرگوش هستی. سمیولا چند روز میشه فارم خود به فروش انداخته. مام که هستم خریدار هستم و میخوایم که فارمشه بخرم. من در این باره هیچ خبر نداشت ملک صاحب. با من گفت که در این باره برای خود چی خدمت کرد پلیز؟ بس فامیدی که از خدمت مایی است که توی ککوکی برای سمیولا بگو که قیمت کمک کم کنه که زور ما در خریدش برسه. من بسیار ایران شد که چرا سمیولا خواست فارم را فروخت و در خانه به هیچ کس نگفت. بس فامیدی که از زیاد سرت در نبیار گل خواهد. حتما کدام چیزی در دلش گشته که ای کار میکنه. تو در باره مکتش فقط گپ بزن و بس. خوب بود. اوکی. من اول باید امرای سمیولا گپ زد. باز اگر بسیار شلی فروختن فارم بود، برش گفت که سر فروختن به خود دک فکر کرد. اوکی؟ نو زندگی نو درامه رادیویی بی بی سی. پردل می خواست که قمبرگل را از راه قاچاقی به خارج روان کند و پول به دست بیاورد، ولی قمبرگل پول نداشت و از پردل تقاضا کرد تا کمی به وی انتظار نماید. پردل تهدید کرد که نام او را از لست بیرون خواهد کرد. از سوی دیگر احمد از لالباز عذر می خواهد. این که چرا در دراما میشنویم. یکی دیگام که او بخوره که خیر کارم خلاص میشه. ای از که دیگه خواهد زنگ زده دستم هم دعوداری با باز که تلفن از جیب واسکتم بگیرم. بله السلام علیکم، کی هستی بیادر؟ وای
علیکم السلام لالباز بیادر. احمد هستم، بچه جوانخان خدا بیامر. گفتم باش که به حساب اندیوالی هم پرسانت کنم و هم یک گپ کسی یاد کنم. خیریت باش احمد، گپ چی را یاد میکنی؟ تو بگو انه که مرا سودایی ساختی. سودایی نشو میگمت، به شرط که دلیل نگوی و به پیشانی واز قبول کنی. بگو بیادر، از ما و شما و گپا نیست. تا جایی که واسم پورا باشم ما به خدمت حاضر هستم. کدام کار و خدمت نیست لالباز بیادر، فقط از بوده ناظر که قدید جنگ و دعوا کده بود حاضرش همه میکنم که ببخشیش. یارا احمد بیادر، روی خودت خنازو کرد. مگه مو ناظر خانه خراب مرا تلک و ترازو کرد؟ نفهمم ناظر همه تو بیقلی داره، مگم کی ندل نیست. خیر است، تو پشت از اون نگرد. اینه من حاضرش همه میکنم. مچم که چی بگویم، ده خانم دست انداخت، کشو گیر کده میگفت بیا که پیش سرور خان بریم. خیر باشه، گفته کلانا زده که ده فرز انتقام نیست، عالمه برد روی انداختیم از امو خطاش تیر شو. ایره راست میگی احمد بیادر، ما به احترام خودت که یک جان فامیده و خیر خواستی ناظرم میبخشم. ای خیر ببینی، اینال اگه خفه نمیشی خودت هم بچه هکت نصیحت کن که تنها در باغچه لالا سرورم نه، در هیچ باغ و باغچه کسی به اجازه داخل نشه. گفت بجایر، اگه من از این کارش خبر می داشتم قدمش نمی ماندم که به اجازه در باغچه در آیه و کت دیگه بچه خرابی کنه. خودم پیش سرور خان می آمدم و معذرت می خواستم. خانه داواد که گپ من را در زمین ننداختی، لالا سرورم ناظرم گشتوی داده. شکر که خمیرم خوب رسیده، او گشت دیگه که سعی نرسیده بود نصفش در تندور چکید. به به، شما زنده باش مامی. این بوی نان گرم آینده کجا در دماغم آمد؟ راست میگی گلخان بچیم، امروز نانا خوبش آمده. این عزیز نافکش یک توته بگی که گرم است. وای بسیار مزدار بود مامی. راستی سمیولا در خانه بود؟ نه، سمیولا از پگاه فتره که بر آمده تا بال پس نامده. او مای گاد، کاش که در خانه می بود. این حال معلوم نبود که چی وقت آمد. از گبت فامیده میشه که کت سمیولا کدام کار ضروری داری بر ما بگو که آمد ما برش میگم. نو پرابلم، این کار مربوط شما نبود، من فقط خواست کت سمیولا درباره یک موضوع گب زد. چی گپ خواد باشه؟ البته کدام کار غلط کده، تو میخوای نصیحتش کنی. او مای سویت مامی، سمیولا یک بچه با ادب و گپشنو بود، او تو یک کار نکرد. او تو خواست، ما میچ قاید بی ادبی سمیولا را ندیدیم. مگم میشه که کت خودت چیز گفته باشه؟ نه نه، من سمیولا برادر بود، هیچ وقت با هم جارو جنجال نکرد. خیلی چه تو میگی که کتش گپ میزنم؟ مرا یک رقم در چرت و فکر انداختی. شما چرت نزد مامی، من و سمیولا دائم در هر کار با هم گپ زد و مشوره کرد، هیچ پرابلم ما بین ما نبود. اوکی؟ خیلی معلوم میشه که این گشتم درباره کدام گپ خاص کت سمیولا مشوره و مصلحت میکنی. اوکی، مقصد شما پریشان نشد، چرا که من برایتان دل جمعی داد. زنده باشی گلخان بچیم، حالا برو خانه بشی که اینه نان گرمم تیار است. حالا من نان نخورد، باز وقت پس آمد دل جمع در خانه شیشت نان خورد. وی خی، جایی که میری قلب پدگی داری پیش از نان میبرایی؟ آکه، من رفت که سمیولا را پیدا کرد و امرایش گب زد. ای گار زیاد است، هیچ خلاصی نداره. از چی قاید فتره کره که در آیستم از دست پای انداختیم. اومد ماست کلوانگی چی کار استی؟ اینی چوبه برای چوکاتای دروازه را میکنم. خوب میکنی، راستی آقایم کجا؟ سر و درکش معلوم نمیشه، میگی جای رفته یادم اینجاست. نه اینجا نیست، اون سون بازار و ولسوالی پشت میخو یکان چیزی ضروری دیگه رفته، گفت رو پس میایم. ما میگم عجب کار کده،
چقدر خوب وقت مان برابر شدم. عجب است، در بازار رفتن آقا چرقه خوشحال شدی مجیب. نه که زیر کاسه نیم کاسه ای از چطو. خوشیم از این خاطر است کالما و تو میتانیم آزاد ساتری کنیم. اگه آقایم باشه نمیمانه. گپت خوب جای است، مگه من ساتری نمی کنم مجیب. دیوانه چرا ساتری نمی کنی؟ بیا که بازی تو وقت نمیافیم. همیال آقایم نیست بدل جمع اردیم و والیبال میکنیم. جور باشی مجیب، یک کرد بخشت گفتم که من ساتری نمی کنم. ناخشلگی نکو. حالا گپ چیز که تو آدم اصلا جواب میدی؟ یکی خو از کارو بارم میمانم، دگه ای که اگه آقای دین ساتری کدن ما خود طبی بینه او روز دگه واری سرم قار میشه. اما خوب است که من در کارم باشم. آقا نتر، از اینجا تا بازار و لسولی زیاد راست. تا که آقایم از اینجا میای شام میشه. بقی که برین ساتری ما را کنیم که باز تو وقت پیدا کردن نمیتونی. حالا فکر که باز پشیمان میشی. ناخشلا نشو مجیب، آقایت مرا چند کرد گفته که ساتری نکنم. اگه مرا باز دین ساتری والیبال ببینه خوب نمیشه. بهتر شمیست که مرا در کارم بونی. مصادی خدا بخی قگه پابان، بریم ساتری کنیم تا آمدن آقایم خلاص میشیم. ویچ خبرم نمیشه که کار ایلا کدی و کت ما ساتری کدی. مجیب تو خفه نشو، من نمیتانم که کتی تو ساتری کنم، چرا که آقایت یک کار تسلیم کده برام. اگه تا آمدن او خلاص نکنم باس ناقلت میخورم. تو هم چقدر ترسو بودی امید. یک مطل است که میگن گرگ دکو عیبتش داده، حالا تو هم او کانه را اردی. خود دلت دگه، من پشت تا آمدن که باز گلید نباشه که تو ساتری نکدی. به چی قول مقاله کن دختی؟ نمی شرمین؟ کلون کلون بچه ها سنفت ها دگر می کدین؟ قرار در جایتان بشینین، بکشی کتاب های دانه که درس شروع کنین. معلم صاحب، امروز کدام درس می خوانیم؟ امروز درس ما درباره خوردن سیب و فایدهش است. من ایگه به خاطر گفتم که چند وقت پیش شمس و دیگه بچه ها از باغچه سرورخان سیب دوزی کردن میاوردن و در صنف میخوردن. راست میگی معلم صاحب، ما کار خوب نکدیم، وقت نمیفهمیدیم، یک بیعقلی کدم. خوب است که در گناه و خطایت فهمیدی. براسی هم که خوردن میوه و دیگه چیزا در صنف کار خوب نیست. ما به خاطر نظافت صنف حال کت خود خوردنی نمیارم. میگم نشه که صنف مردار شوه. آفرین شمس، این حال فامیدی. چرا که صنف خانه ماست و باید است که پاک نگاهش کنی. اما تو میکنی معلم صاحب. شاگردای عزیز، بعد از این هوشتان نسونه پاکی و نظافت صنف و مکتب خود بگیرین و در باغ باغچه مردم سر دل خود ندارین، چرا که کار درست نیست و گناه دارد. صحیح است معلم صاحب، دیگه توبه ما باشه که در باغ مردم به اجازه درآییم. اما وقتام نفهمیدم، دیگه بچه ها زیاد گفتن که بریم از باغ سرورخان سیباره بکنیم، حالی از کار کدگی خود پشیمان استم. شاباش شمس، از این که از کردیت پشیمان استی خوش شدم. پشیمان شدن از یک کار غلط نمایندگی از اخلاق و خوبی یک انسان میکنه. معلم صاحب اجازه است؟ بیا مجیب، خیریت بود؟ چرا نوقت آمدی؟ ایچ اما تو سرم نوقت شد. دیگه این کار تکرار نشه فهمیدی؟ شاگرد خوب هیچ وقت نوقت مکتب نمیه، چرا که از درس پس میمونه. همی پیشتر پیش از آمدن خودت بسیار گپای خوب به شاگردا گفتم، خودت نبودی که میفهمیدی. این عالم و کل گپای مرا از همسنفیات پرسان کن و خدا بفهمون. بخشش باشه معلم صاحب، باید ازی کوشش میکنم که سر وقت مکتب حاضر شوم.